با درود، جمهوری اسلامی با فرستادن صدها موشک کوتاه‌برد و میان‌برد به یمن و همچنین پهپادهای انتحاری، هدفش تسخیر کامل یمن و تسلط بر باب المندب است تا جهان را تهدید کند. مشاهده می شود که هر سلاحی را که جمهوری اسلامی به دست می آورد سعی می کند در میان تمامی گروه های مورد حمایتش پخش کند. نمونه های موشک و پهپادهای ساخت نظام اسلامی را در یمن، لبنان، عراق، سوریه و غزه می توان دید. به واقع بزرگترین حامی تروریسم در جهان نظام اسلامی ایران است. در همین اواخر نیز جمهوری اسلامی سعی در تجهیز حوثی‌های یمن و همچنین حزب الله لبنان به سلاح‌های شیمیایی نموده است. این امر منطقه و جهان را با خطرهای زیادی مواجه می‌کند و به زودی با سکوت جهان شاهد حملات شیمیایی نیز به عربستان و امارات و اسرائیل و دیگر کشورها از سوی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی خواهیم. حملات به تأسیسات نفتی عربستان در سال 2019 و همچنین حمله به ابوظبی در سال 2022 در راستای نشان دادن قدرت جمهوری اسلامی در منطقه می باشد. کیهان از مدتی پیش پیشبینی حمله به ابوظبی را کرده بود و دیدیم که انجام شد. آتش افروزی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت و در صورت تجهیز این حکومت به بمب اتم ما شاهد اتمی شدن حوثی‌های یمن، حزب الله لبنان و حماس خواهیم بود. اگر جهان برای این معضل فکر نکند، به زودی آتش در سراسر جهان شعله‌ور می‌شود. ما شاهد حکومتی در ایران هستیم که قصد فتح اورشلیم و مکه و مدینه را دارد و در واقع دارد نزدیک و نزدیکتر به اهدافش می شود و در نزدیکی های همه این مناطق مستقر شده است. آتش را اگر مهار نکنیم به زودی همه جهان را فرا خواهد گرفت. تنها راه مهار آتش سرنگونی حکومت اسلامی در ایران می باشد.